اومه oh یه کسی میگه فخری زاده رو خود جمهوری اسلامی کش همه چی رو همه چی رو خود جمهوری اسلامی کرده شما بگین دیگه شما همونایی مثل همون مثل... کلیدتونم هم اینو من اول اینو هایلایت کنم نگاه کن این توهم های شما رو من باهاش چیکار کنم جمهوری بی خدایان آها به من گفتی فقیر زاده رو خود جمهوری اسلامی کش آره حتما حتما همین کسای، شما همین کسایی نیستین که مثلا میگفتین ز... روح الله زمان با خود جمهوری اسلامیه همه همه چی همه اصلا شما ها... چی بگم شما مثل همون مسلمانایی هستن که همه چی کفششون گم میشه میگن سهیونیستا بودن شما هم برعکس همونایی دیگه هر تون شما فرگام میکنید میگید اه جمهوری اسلامی بوده هر باور کنین همینجوری هستین شما عین همونایی این برعکس همونایی ام... اسرائیل به دنبال تجزیه ایران هست باید براندازان هاشه باشه اسرائیل به دم... اسرائیل وقتی که اینج ببینین این سیاست فیفه کردنه شما همه اسرائیل فکر میکنید یه تفکر داره شما فکر میکنید تو همه اسرائیل فقط یه فلسفه داره شما میدونید چقدر فلسفه های مختلف دارن با هم رقابت میکنن تو اسرائیل اینجوری میگم سیاسفید فکر میکنین این همتون اینم که این گفت دیگه کسی دیگه چیزی نمیگه من برم سراغ موضوع بعدی ام آره خب به این شما این که دشمن ماست دوست ماست مصد اشتباهه در بهترین حالت فقط منافع مشترک درسته این این حرف درسته خب البته بعضی موقع یه سری کسایی هستن که دلشون می‌سوزه یا اینکه متنفرن جفتش احتمال وجود داره خب و ببینید این این من باور کنین این من مطمئن نه مطمئن هیچ رو مطمئن نیستم ولی خیلی احتمال زیاد میدم که این کسی که نوشته تنکی موساد این پیغام رو که گذاشته به احتمال زیاد تقریبا همه کسایی توی این موساد اینو دیدن من باور کنم فکر کنم بعضی اصلا دلشون گرم شد یه ذره احساس نه کسایی که ممکنه تو موساد باشن احساس نزدیکی بیشتر بکنن به مردم ایران به خاطر این و احساس یادشون میاد که مثلا ممکنه دشمنیشون با جمهوری اسلامی نا با مردم ایران به خاطر همین این تاثیرش خیلی بزرگ یعنی واقعا کار شاهکار بود کسی که این کار کرد که تونست یه پیغامی رو با تمام این فیلتر با همه چیزهای همه کاره که جمهوری اسلامی کرد نمیتونه یه, یه, یه کسی این پرچم رو گذاشت و میدونست و این که یه کسی اینو عکس میگیره و این به موساد میرسه و نه تنها این پیغام برای موساد بود این پیغام برای جهان بود برای اینکه این منم توی کانال انگلیسی مون اینو برنامه گذاشتم برای که باید نشون داد که چقدر فرق داره جمهوری اسلامی با مردم ایران یعنی فکر کنین بعد از چند سال شما همتون تو ایران چقدر مرکزی بدن خب من فکر میکنم مثلا جوری که ما بزرگ شدیم خب من فکر میکنم شیطان بعدیش مثلا اینجاست خب بدتر از شیطان جوری که من احساس... احساساتی که من ما مادادن که یزید بالای شیطانه یعنی یزید از شیطان بالاتره و اسرائیل هم از یزید یعنی من فکر کنم رتفش اینطوریه اسرائیل بعد یزید بعد شیطان یعنی این همه سعی کردن ما رو شفتشوی مغزی بدن و این همه سعی ما رو با فلسفه های خودشون یکی کنن الان وقتی مردم ایران میان مردم ایران میان تشکر میکنن از موساد این واقعا یک شکست بزرگ داره به تمام دنیا تبلیغ میکنه شکست یعنی ما خودمون اینو میدونیم ولی بقیه دنیا بعضی موقع یادشون میره که چقدر مردم ایران با جمهوری اسلامی فرق دارن یعنی این پیغام برای همه دنیا بود اه... چش میگه فکر نمیکنین رژیم ایران ناخواسته هر کاری اسرائیل میخواد رو انجام میده جاسوسان اصلی اسرائیل در نظام رهبری و سران اصلی نظام رو جوری پیش میبرن که دلشون میخواد حرف تو دهن... حرف تو میده بنی شما بعضیاتون فکر میکنین یا آمریکا یا جمهوری اسلامی یا موساد اینا خیلی. می... کنترلی که فکر میکنیم بعضی از اینا یا این طرفی ها که فکر میکنن جمهوری اسلامی همه چی رو کنترل میکنه اینجا اینجا این اتفاق افتاد این نقشه جمهوری اسلامی بود اینجا واقعا مقدار کنترلی که فکر میکنیم بعضی از این نظام ها یا بعضی از این سیستم های اطلاعاتی دارن روی اینکه چه اتفاقی میفته ای شما باید توهم داشته باشه که اینا قدرت خدایی دارن خب اینکه مثلا روح لازم مرحه جمهوری اسلامی بود فلان مرحه جمهوری اسلامی بود این فخری زاده هم نقشه خودشون بود که خودشون کشتن برای اینکه این نقشه این به اون میرسه به اون یک, و... یک واقعا باید به اینا اینا قدرت خدایی داشته باشن هم هم کسایی که فکر میکنن جمهوری خود... جمهوری اسلامی انقدر همه جا کنترل داره هم کسایی که فکر میکنن که صهیونیستا انقدر همه جا جو... مثلا مسلمانایی که فکر میکنن که مثلا صهیونیستا توی چیز توی توی همه فیلم ها و توی همه آهنگ ها و تو همه چی دقیقا برعکس هم کسایی هم که فکر میکنن که هر اتفاق میفته فقط جمهوری اسلامی که انجام بده بذار من یه چیزی رو نشون بدم من یه چیزی فقط نشون شما بدم من موندم من موندم این سهیونیست ها اگه دارن همه دنیا رو کنترل میکنن چرا یه وبسایت درست حسابی نمیتونن درست بکنن نگاه کن این تایمز Times اسرائیل که معروف ترین وبسایت های اسرائیله خب این, چی آخه اینجا؟ اینا میخوان همه دنیا رو کنترل کنن که شما میگین میگین اینا دستشون تو همه چی هست یه وبسایت نمیتونن درست بکنن که بالاشون قصفی نباشه اون وقت میخوان همه دنیا رو بچرخونن دیگه ببینم شما چی گفتین ای چقدر زیاد دارین پیغام میذارین من یه ذره سخته بگردم بذاری من یه ذره نکته خودم رو یادم نره چی میخواستم بگم تشت تشت. آها اه ببینید شما من چیزی که میخواستم بگم اینه که من میتونم ب... موسادم اگه خودتون نگاه کنید اگه همه فعالیتش نگاه کنید اونا هم مشکلات خیلی بزرگی من دارم با... کاری کردم ولی به طور کلی سیستمات اطلاعاتی کشور مختلف نسبت به خود سیاست, مداران... سیاست مدارانشون خیلی خیلی کمتر ایدئولوژیکی ایدیولوژیکی هستن میدین میشه یعنی اینا خیلی بیشتر هدفشون بر اساس نتیجه هایی که میخوام بدن خیلی بیشتر حتی تو ایران هم اینجوریه یه مقدار البته نه به اندازه کشورهای دیگه ولی مثلا شما رو کنین تو سیاست توی آمریکا سیاست مداره های عوض میشن ولی CIA خیلی کاراش عوض نمیشه خیلی هدفاش عوض نمیشه موساد هم تو اسرائیل همینجوریه خب یه مقدار از این بحثای دینی و اینا جدا ترن البته معنیش نیست که ما انتقاد نمی کنیم ولی من خیلی راحت تر میتونم از این دفاع بکنم تا مثلا کارایی که نتانیاهو میکنه ها میگه منظورم ناخواسته است دست خودشون نیست و منم میتونم یه کاری بکنم که میدونم واکنش رژیم چی میخواد چی میخواد چی خواهد بود و این اساس برنامه ریزی کنم برای خب آره ببینید همه این سیستم های اطلاعاتی همشون هدفشون همینه همشون هر کاری که دارن میکنن دارن سعی میکنن پیش بینی کنن واکنش, نف... واکنش دشمن چی خواهد بود و بر اساس اونم نقشه های دیگه بکشن ولی شما ببینیم کسایی که مثلا شما مثلا تاریخ CIA رو بیان بخونید که ب... قوی ترین سیستم اطلاعاتی جهان دیگه و سیستم اطلاعاتی آمریکایی دیگه شما اگه ببینید تاریخشون بخونید می‌بینید که چقدر پیش اشتباه بوده چقدر کارای اشتباه کردن یعنی از بقیه بهتر بوده ها ولی اینکه بعد اینقدر سیایه اشتباه کرده یه کارایی کرده که اومده اصلا دقیقا برعکس اون چیزی شده که نتیجهش رو میخواستن هم با خود ایران میبینیم چقدر اشتباه کردن بر... و ولی اون وقت میاین نگاه میکنین که این کسایی که تو ایران توهم دارن که هم مثلا همه چی رو ام، سپ... یعنی اطلاعات دولت یا سیستم اطلاعاتی سپاه پاسداران داره کنترل میکنه شما اگه بیاین این نقش ببینین که تئوری هایی که میدن که چه نقشه هایی دارن و چی چی باعث چی شده و کی مهره کیه یعنی اینا فکر میکنن مثلا جمهوری اسلامی توی حتی کسایی که دولت آمریکا داره استخدامشون میکنه حتی اونا هم مهره جمهوری اسلامی ها. یعنی اگه اینا اینقدر توهمشون انقدر زیاده که جمهوری اسلامی انقدر قویه خب ما دیگه اصلا چیکار کنیم براندازی رو بذاریم کانال اصلا هیچ کسی امکان پیروزی وجود نداره یعنی اینا اگه انقدر قوی یعنی yani اینا باید صدها هزار بار از CIA ای آمریکا قوی تر باشن از لازه اطلاعاتی که همه این توهم ها درست باشه یعنی yani انقدر... تو... yani این یعنی این همه اینا همه جا مهر دارن و هر هر کسی رو هر کسی رو که باشون اختلاف نظر داشته باشه مهرجم جمهوری اسلامی مهره جمهوری اسلامی جمهوری, اسلامی، جمهوری اسلامی، این 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 این. برای همینی که براندازی نشه دیگه برای اینکه همتون بلد نیستین با هم هم کار بشه همتون به هم ت... هی توهم دارین هی به هم نه ت... اه... اصلا دوش... خیلی مسخره خیلی مسخره است خب و ببین من باور کنیم من فکر می‌کنم اتفاقاً احتمال زیاد داره که جمهوری اسلامی خودش از این توهم‌های شما خیلی داره لذت می‌بره برای اینکه واقعا باعث شده که نتونین متحد شین ام... خب جمهوری بی خدایان آرمینجا من با تو مخالفت دارم دوستانه خب مخالفت تو میگفتی من حالتت کردم دیگه چی خب دوستانه اشکال نداره خوبه دوستانه معلومه که من منم احتمالا با شما اکثر تو مخالفت دارم آم... چی؟ جمهوری بی خدایان آرمین گفتم با دلیل و مدرک ثابت کن به هم که سپاه تروریسته این, ج... این, جوکه یعنی سپورتش برای حزب الله برای حماس برای تمام گروه های مختلفی که برای عجب چی من بیزنم بیزنم. همه کسایی که کس... کسایی که این اونور دنیا کشته من... من برای تو من... من, برای تو اثبات کنم تو اگه خودت نتونی برای خودت این رو اثبات کنی من دیگه به تو چی بگم من اینا رو اثبات آ یه سری کسایی که مثلا ببین من اینا تو قسمت کانال انگلیسی جمهوری به خدایان گذاشتم که کلی اومدن سر دعوا دارن میکنن که آرمین تو چرا داری از این کشتن فخری ساده دفاع داری میکنی تو این همه میگی که از عقاید عصر روشن فکر من چی بگم این عقاید عصر روشن فکری خب دفاع میکنی و کلی, کلی, اومدی الان چندین سال هی داد و بیداد میکنی که باید از دو پراسس دفاع کرد یکی از مهمترین, یکی از مهمترین افکار اصر روشن فکری دو پراسس هست. دو پروسس یعنی این کسی که هر کسی هر چقدر بد باشه حقش اینه که دادگاه داشته باشه وکیل باید برش گرفته بشه و باید وکیل خوب باید برش گرفته بشه هر چه قدم فکر کنیم حتی بدترین کس هم باشه باید این حق داره که بیاد از خود دفاع بکنه و باید با مدرک تو دادگاه بتونن اثبات کنن که این گناهکار بعد مجازات بشه و مجازاتی هم که تو آرمین گفت این همه سال به ما گفتیم مجازات هم تازه نباید کسی رو مجازاتش این بشه که کشته بشه خب تو این همه به ما اینو گفتی خب این دقیقا برعکس همه حرفایی که آرمین زده یه نفر رو بدون دادگاهی بدون وکیل این موساد اومده تصمیم گرفته بکشن هم علیه این دو پروسس و هم علیه این که تو گفتی اصلا کسی نباید کشته بشه حتی اگه گناهکارم باشه خب این, این حرف من تناقض داره به چیزی که دارم تبلیغ میکنم بر اساس حرف این کسایی که تو کانال انگلیسی به من میزنن شما فکر میکنین تناقض داره شما فکر میکنین جواب من چی بود آها این حرف من حالا منتظر حرف شما زن... هستم که ببینیم شما نج... نظرتون چیه من اینو بگم میگه آرمین این اسرائیل یه وبسایت درست در آه... نداره بعد اومدین ایران ای... میگه اومده ایران فخری زاده رو کشته شما فکر میکنین کسایی که اون وبسایت رو درست کردن همون کسایی این که دارن تو موساد کار میکنن شما سیاه سفید فکر کردنتون همین جیه دیگه شما فکر میکنین مثلا موساده که و... کارش اینه که بیاد یه وبسایت اخباری درست بکنه کسایی که میگن اسرائیل میتونه تمام دنیا رو کنترل کنه یعنی قسمت های پروپاگ... یعنی همه جا دست داره همه جا کنترل داره پروپاگانداش همه جا میره اونا که باید بیان نشون بدن که چرا یه هم چیزایی رو ب... نمیتونه به این خوبی درست کنه تبلیغات به این خوبی نداره خب تا یه مقدارم جا کم بود البته ولی خب حالا حتی اون هم اگه جا کم نباشه من که اینجوری سیاسفی فکر نمی کنم من که اسرائیل رو که یک چیز حساب نمیکنم من اسرائیل رو هزار یک میلیون چیز مختلف حساب می کنم هر کشوری رو یک میلیون چیز مختلف حساب میکنم خب